ساوت بانک سنتر لندن در هفته‌ای که گذشت صحنه برپایی کنسرت محمد رضا شجریان و گروه شهناز بود، با حضور بیش از 2700 تن از ایرانیان مشتاق دیدن و شنیدن صدای استاد. استاد شجریان، خیلی خوشحالیم که وقتتون رو در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا گذاشتید. می‌خواستم از این مصاحبتون شروع کنم با تایمز لندن. میگوید که محمد رضا شجریان در کشور خود از فعالیت محروم، به خبرنگار تایمز میگوید که چرا موسیقیش هرگز قربانی استبداد نخواهد شد. استبداد در ذات در جامعه منفوره، به هر شکلی که می‌خواد باشه. موسیقی من زبان حال مردمم بوده. اگه استبداد در مقابل مردم باشه، خب قابل کاملان یا هم او در مقابل من هم من در مقابل من قرار گرفتم، بخوام نخوام در مقابل استبداد، چون با مردم زندگی میکنم. وقتی فکر میکنم اینا، هیچ وقت من خوشی هم تنها نبوده. من خوشی هم موقعی که دیگران خوشن، وقتی دیگران خوبن من حالم خوبه. علت محرومیتتون از برگزاری کنسرت در ایران چی هستش؟ چیزی نگفتن به من، ولی خب مجوز نمیده. هیچ. مراجعه میکنی مجوز نمیده. میدونی مجوز گرفتن در ایران برای کنسرت از 5 جا حداقل شما باز اجازه بگیری. در وهله اول ارشاد تهران، برای شهرستان میخوای باشی ارشاد شهرستان هم هست، بعد پلیس، بعد اداره اماکن. هنرمند که با اداره اماکن سر کار نداره، اداره اماکن با مکان ها سر کار داره، به ما چه مربوطه؟ بعد امام جمعه، کافی امام جمعه بگه آه اینا چیه فلان، اینا تعطیل. آره، این آسیب پذیری کنسرت در مملکت من به علت اینه که اینا روی خوشی با موسیقی، هنر موسیقی با هنرمندان ندارن، مگر اینکه در بس در اختیار اونا باشه که من نیستم. 15 شهریور 1388 که مصاحبه با شما داشتم در هانوفر آلمان بودید، گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن. بله. الان وضعیت رو چگونه میبینید؟ الان هم به همون شکله و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم نگه نمیتونن بکنن. استاد شجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در این یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون، نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟ اصلا من زندگی میکردم، 33 سالشم هست با این بدبختی میگذشته، لطفی نداره از این زندگی برام، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه هم درست انجام بدم. همچنان که فردوسی زبان من رو نجات داد، من موسیقی مملکت رو باست نجات بدم و تا الان هم موفق بودم.